سلام بینندگان عزیز، به برنامه گفتمان خوش آمدید. سرانجام ایالات متحده امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام خارج شد. بیرون شدن امریکا از این توافقنامه هسته‌ای و وضع دوباره تحریم ها بر ایران چه تأثیراتی را می تواند بر اقتصاد منطقه و عمدتاً افغانستان در پی داشته باشد؟ امریکا با بیرون شدن از برجام و اعمال تحریم های تازه بر ایران آیا در تلاش فلجسازی اقتصاد ایران است؟ سال گذشته امضای توافقنامه سه جانبه در میان ایران، افغانستان و هند در پیوند به پروژه چابهار امکانات تازه داد و ستد اقتصادی برای افغانستان را فراهم ساخت و افغانستان انتظار داشت تا با استفاده از امکانات چابهار به فشارهای اقتصادی پاکستان پایان دهد و با گذشت زمان چابهار بتواند جایگاه بندر کراچی پاکستان در اقتصاد کشور را بگیرد. اگر تحریم های امریکا بتواند چابهار را از کارایی و ثمردهی لازم بیاندازد، افغانستان چی تدابیر را میتواند روی دست داشته باشد؟ در گفتمان این هفته به این موضوعات میپردازیم. مهمانان ما در بحث حضور دارند: جناب سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل، جناب توفیق داوری، معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، جناب انتظار خادم، آگاه روابط بین الملل، و جناب بصیر احمد یوسفی، آگاه امور سیاسی. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب خادم، میخوام از شما بپرسم در آغاز که چی دلایلی وجود داشت که امریکا از برجام بیرون شود؟ خیر و شکر مدن. سلام دوستان تا و در پروگرام محترم لیدون کتم. زه عقیده لرم چه دغه معاهده چې د ایران او د امریکا ترمنځ وتلی اصلا د امریکا لپاره نه ګټور دی او نه یې هم تر شا داسې دلایل شته دي چې پر هغې باندې سړی عقیده وساتي. مثلا په هغه ورځ باندې چې کله ترامپ دا خبره کوله چې د ایران سره له دغه معاهدې وزمه، درې دلایل یې وړاندې کړه. ویل چې یو خدا ده چې کوم دغه معاهده تاسو د ایران سره کړې ده، دې اصلا په منځني ختیځ کې ایران له تخریبانه کارونه نه دی منع کړی. دویمه خبره دا وکړه چې لا اوس هم په ایران کې د مرګ په امریکا داسې شعارونه زمزمه کیږي. درېمې دا وویل چې د ایران له تهدیده زموږ ښارونه په امن کې نه دي. او څلورمې دا وویل چې زه چې کومه خبره کومه هغه عملي کوم، او هغه دا ده چې کله زه ما کمپاین کوو د نتنیاهو سره مې دا ژمنه کړې وه د یو لیک پر ذریعه باندې چې پنځه خبرې مې ورته کړې چې زه به د ایران سره دغه معاهده ختموم. که تاسې دغه دلایل د ایران او د امریکا تر شا د معاهدې د منځه وړلو تر شا دا دلایل وګورئ، چې فکر کوم چې په هیڅ وجه باندې دغه دلایل مقنع نه دي. دویم دا ده چې دغه تصمیم د ترامپ تصمیم دی، دا اصلا د امریکا د سناتورانو تصمیم نه دی. تاسې لیدلی دي چې اوباما او جان کیری کله چې د ایران سره جواز ظریف سره دغه معاهده کوله، په هغه وخت کې یوازې اوه څلوېښت سناتورانو وویل چې که چېرته جمهور غوښتونکی ولسمشر راځي موږ به دا له منځه یوسو. خود هغې تر شا داسې مواجهې دلایل نه و چې د ایران او د امریکا ترمنځ دا معاهده تر لاسه لاړه شي. کله چې دغه معاهده بحث کیږي، درې مهمو هیوادونو چې په هغې کې بورس جانسن و د برطانیې، په هغې کې انګلا مرکل و، په هغې کې مکرون و د فرانسې، دوی ټول چې اصلا دغه معاهده چې تاسو له منځه وړئ دا په خپل ذات کې د ایران دپاره او د اروپا دپاره او همدارنګه د امریکا دپاره ګټور نه ده. که تاسې د ایران سره له معاهدې وځئ، بیا هم موږ په دې معاهده کې پاتې کیږو. په دې معنا باندې چې هغه لوی هیئت چې د اروپا نه ایران ته تللی و، د هغې رپورټ دا ښوده چې ایران په تمام معنا باندې هغه وعدې چې د دغه معاهدې په بنیاد باندې کړي هغه عملي کړي دي. خو دا چې اوس دغه معاهده د څه شی یو سلو نه صفحې یوازې رپورټ و چې دغه معاهده په پنځو بخشو کې د ایران سره او د امریکا او د اروپا ترمنځ معاهده شوله. پنځه مهمې برخې وې. یو برخه دا وه چې یورانیم چې په ایران کې و تقریبا اووه نوي سلنه دا پر مخ تللي و. معنا دا ده چې لس زره کیلوګرامه یورانیم و هلته، او دا باید یوازې درې سوه کیلوګرامو ته راغلی و چې دې نه یو بم هم نه جوړېده. نو که چېرې تا دغه معاهده ایران مني، نو دغه یورانیم به له منځه وړي. دویم خپله د یورانیمو غني کولو، چې که چېرته نوي سلنه یورانیم غني شو، نو هغې نه یو بم جوړولی شي. په داسې حال کې چې د نوي سلنه ایران مکلف و چې یوازې درې اشاریه اووه شپېته سلنې ته دا راښکته کړي چې دې نه اصلا هېڅ هم نه جوړېږي.
دریم اساسی مسله دا و چې ملګری ملتونه کولی شي هر وخت کې په هر زمان کې ایران نه تفتیش وکړي دغه ټولو نظامی حلقونه په داسې حال کې چې هغه خپل کمی او کاستی و. او څلورم تر ټولو مهم مسله دا و چې په ایران باندې باید کم تعزیرات چې لګي دغه بدل منځ لاړ شي. دا داسې یو معاهده و چې هم د ایران لپاره ګټور او هم د اروپا لپاره او هم د امریکا لپاره. یعنی کله چې معاهده شوې ده، کله چې اروپایي اتحادیې دا خبره منلې ده، نو ټرمپ د دغې معاهدې د منځرول تر شا څه دلایل لري؟ هر څه چې دلایل چې لري د دې معاهدې له منځه تلل په خپل ذات کې فکر مې کوي چې بیرون شدن امریکا به حیثیت امریکا د سطح جهان صدمه زده؟ کاملا، ځکه که تاسې د ګلف یا د خلیج جګړه وګورئ په یو نیم کال کې، که تاسې د عراق جګړه وګورئ په 2003 کال کې، د افغانستان جګړه وګورئ، په تمام معنا باندې ناټو غړي هیوادونه او خاص کر د اروپا د غدري نومونه چې ما واغستل دا د امریکا سره و، دې ته مشروعیت دا ورکوه چې ګواکې تاسې کولی شئ چې په دغو هیوادونو باندې حمله وکړئ. مثلا ګوتریس د ملګرو ملتونو سکرټري جنرال دی، هغه وویل چې کوم څه چې امریکا کوي دا اصلا د دنیا د پاره په ګټه نه ده. فلهذا د دغې معاهدې ماتول یوازې د ټرمپ تصمیم و، په دې تر شا هېڅ رقم د امریکا د استاد سیحون، این برجام یک معاهده چند جانبه است، یعنی تنها امریکا و ایران نیست، بلکه کشورهای مثل آلمان، مثل بریتانیا و فرانسه و همچنان گونه چین و روسیه هم اینجا دخیل هستند. فکر میکنین که ممکن هست، یعنی چقدر شرایط نشان میده که با برآمدن امریکا هم برجام بر جای خود باقی بمانه؟ خب ادعای خب البته این تمام سیاست مدارا، حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ظریف هم ادعا کرد و مطرح کرد در شاید در پشت صحنه که با خروج آمریکا از برجام و بالاخره وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی که با ایران تعامل میکنن یا در سطح بین‌المللی تعامل میکنن، اینا دولت ها نیستن، اینا شرکت های خصوصی هستند که وارد مذاکرات و یا قراردادها و به اصطلاح معاهدات طویل مدت برای مثلا برپایی فعالیت های اقتصادی میشن. زمانی که به اصطلاح نهادهای خصوصی عمل بکنن و خصوصی اگر منافع خود در این اقدامی به اصطلاح امریکا یا تحریم امریکا زیان ببینه، مثلا اینا رابطشان قطع میکنن، به دلیل از اینکه هیچ گونه الزامی وجود نداره که این الزام بالاخره مؤسسات و نهادهای خصوصی رو وا بداره که اینا علایق و ولی گفته میشه شرایطی وجود داره که اون شرکت هایی که با در بازار امریکا در تعامل اقتصادی است، اگر وا با ایران وارد تعاملات اقتصادی میشه، اونام شامل تحریم میشن. ببینن در این صورت ممکن شرکت ها تصمیمی بگیرن که در کدام جهت حرکت کنن. مسلما تمام نهادهای خصوصی به دنبال منافع خودش هستند. هیچ مؤسسه خصوصی، هیچ نهاد خصوصی، هیچ شرکت بزرگ اقتصادی برای منافع اجتماعی و عمومی کار نمیکنه. مادامی که این تحریم به اندازه حساب بسیار محدود و اندکم که این آسیب برسانه، اینا رابطشان و به حساب قرارداد خودشان با ایران قطع میکنن. یک مسئله قبول شده است. تشکر از شما. جناب داوری، سال گذشته که این توافقنامه سه جانبه بین افغانستان، هند و ایران به امضا رسید، یک خبر بسیار خوش بود برای افغانستان. حس می شد که افغانستان از زیر فشار اقتصادی پاکستان نجات پیدا میکنه و یک راه دیگه برای تبادلات تجارتی برای افغانستان پیدا میشه. حالا این برآمدن امریکا و تحریم تازه و تحریم هایی که گفته شدیدترین تحریم ها را ما وضع خواهیم کرد، فکر میکنید که بندر چابهار را چقدر صدمه میزنه، چقدر آسیب میبینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما، همکارای شما و دوستای عزیز در بحث. به تمام بزرگوارا احترام تقدیم است. خب ببینین، همونطوری که شما اشاره کردین که سال گذشته همونطوری که امریکا اظهار داشته بودند که باز شاید تحریم های بسیار شدیدتری را علیه ایران وضع کنند، ولی در عین زمان ترامپ هم یک وعده داده بودند، اونا هم گفته بودند که ممکن در صورتی که تعزیرات شدید و بیشتر اقتصادی بالای ایران وضع میشه، شاید گفته بودند که بندر چابهار اینا. خب در چابهار ما دو جای ما و شما در اونجا فعالیت های اقتصادی رو میبینیم، یکی خود بندر چابهار است، یکی ساحه دیگه که به نام در کل
افهمی خواهیم شامل امی فریزون میشه، ولی دوج خدمات یا تاسیسات دیگه هستن، گدام ها هستن، بعضی سردخانه ها هست یا مثلا بعضی نهادهای دیگه هستن که اوج خدمات گوناگونی را انجام میتن. اونا یکی از اظهاراتشان بود که شاید هم بندر چابهار استثناء قرار بگیره. خب این که آیا بندر چابهار استثناء قرار میگیره یا نمیگیره و افغانستان چقدر دوج دخیل است از لحاظ اقتصاد و چقدر تاثیر داره بالای وضعیت اقتصادی افغانستان، دقیقا ببینین اگر ما یک توجه یا یک نگاه گذرا به وضعیت موجود اقتصادی در افغانستان داشته باشیم، به حالتی که فعلا ما هستیم، اگر ما وابستگی خود با واردات کالاها از بیرون، اگر ما کسر بیلانس تجارتی خود ببینیم در افغانستان، اگر ما وضعیت امنیتی خود ببینیم، اگر ما صنایع نوپای ناچیز خود که او هم بعضا در حالت رکود و در حالت شکنندگی متاسفانه قرار میگیره بنابر عوامل مختلف، اگر ما این مسائل توجه بریزی بکنیم، دقیقا که افغانستان از هر نوع تعاملات، از هر نوع معاملاتی که در منطقه صورت میگیرد خصوصا در همسایگی ما، جدا متاثر میشه. اگر حالا بعد از این رویدادهای اخیر دریافت شما چگونه است که آیا شرکت ها در چابهار یک مقدار با احتیاط با برای سرمایه گذاری خود برخورد میکنن، دریافتان چگونه است که این روزها چی وضعیتی است در چابهار؟ دقیقا ما تقریبا از سال 2013 به این طرف، زمانی که حتی قبل از که موضوع چابهار بالای زبان ها شد و بالای زیکار صورت گرفت، سکتور خصوصی افغانستان، اتاق تجارت صنایع افغانستان همواره تقاضای ما از دولت افغانستانی بود هر زمانی که ما یک تفاهم نامه را، یک موافقت نامه را با جمهوری اسلامی ایران یا با کشورهای منطقه یا در کل از طریق سازمان ملل متحد به ارتباط چابهار اگر به یک توافق می رسیم، یگانه خواست ما این بود که باید روابط اقتصادی ما زیر سایه روابط سیاسی کشورها نبیه. تعذیرات است، در اینجا نگرانی است برای سکتور خصوصی، برای از اینکه شما اگر کمترین سرمایه گذاری رو می کنین، باید شما از مسئولیت سرمایه تان باید اطمینان داشته باشین. دیگه طبیعی است که آل با خارج شدن امریکا از برجام بسارف می خواهیم، دقیقا که هم سرمایه گذاره افغانستان که سرمایه گذاری مشترک با اونا دارن یا سرمایه گذاری مختلط یا مستقلانه دارن یا می خواستن در اوجه سرمایه گذاری کنن، طبیعی است که با احتیاط برخورد میکنن. جناب یوسفی، امریکا از برجام بیرون شد و رهبر ایران هم در مورد سه کشور مهمی اروپا که دخیل است در این مایده، انگلستان و فرانسه و آلمان، با شک و تردید گفت، باید یعنی تردید داره به صداقت اونها هم، و از طرف تحریم ها هم که وضع میشه بر ایران، فکر میکن در یک چنین شرایطی ایران چقدر میخواهد یا میتواند که به برجام پایبند باقی بماند، یا ایران هم خواد از برجام بیرون شد؟ همانطور که میبینین فراتر از این قضایایی که امروز ما در مطبوعات و در رسانه ها بحث مباحثات صورت میگیره، تفاهمات در سطح بین الملل در بین ممالک بیرون از این محدوده ها وجود داره که گهگاهی ما ظاهر قضیه را میتونیم با تمام معنا ببینیم و گهگاهی همین محفوظ میمانه که مدت زمانی که میگذره میبینیم که سردمدارای حکومت بعد از 20 سال 30 سال اونا رو میان قضایا رو فاش میکنم که حتی قضایای افغانستان هم از این قضیه نمیتونیم بگیم که ما بر راز دوران حکومت امیر شیرعلی خان و وقتی که ما نظر میاندازیم بحث تفاهماتی که در همکاری با حکومت امیر شیرعلی خان از جانب روس ها صورت میگیره که انگلیس ها در حقیقت به افغانستان میخواین وارد شن که وعده حکومت وعده کمک میدن و امیر شیرعلی خان تا خلاصه بیرون از مرزهای افغانستان مجبور به عقب نشینی میکنه بنا به وعده‌ای که داده میشه. این قضایا در قضیه ایران هم فکر میکنم دخیل است که امروز بحث حکومت ایران به قضایای سردمدارای اروپا هم به دیده شک و تردید مینگره. چرا؟ این ممالک اروپایی هستند در پهلوی امریکا که در قاره آسیا در حقیقت میتونیم بگیم که امریکا حضور خود بتونه ثابت بکنه و حمایت ممالک اروپایی است، بخصوص انگلستان که بیشتر قضایا در قضایا سطح جهانی با او میتونیم بگیم همسو و همگام حرکت میکنه. جناب یوسفی، یک وقفه داریم برمیگردیم. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
بفرمایید جناب یوسفی سخنانتان تکمیل کنید. اما موقف آلمان و فرانسه با انگلیس در قبال امریکا تفاوت داشته و هر از گاهی هم همون شکلی که دیگه ممالک هم آسیب پذیری های خود داشتن، آلمان هم از این جهت آسیب پذیری های خود بابت قضای امریکا داشتن که امروز رهبر ایران در قبال این قضیه به دیده شک و تردید، یعنی وضعیت چی را نشان میده که کشورها بیشتر متمایل هستند که با برجام باقی بمانند یا اینکه امریکا هم حالا به یک کارها لابیگری آغاز میکنه که این کشورها هم باید خارج شوند بدون شک کار میکنه. فکر میکنه که این کشورها بیشتر تمایل دارن که بمانن یا وضعیت چگونه است که منفعتشان ایست که با امریکا باشن؟ در ابتدای حکومت آقای ترامپ اگر به خاطر داشته باشیم بحث که آقای ترامپ به سطح جهانی مطرح کرد که من چرا پول خودم مصرف بکنم و حمایت از ممالک اروپایی بکنم، مرزهای اروپا توسط امریکا چرا باید در حقیقت حمایت بشه؟ این حرف خوبی نیست برای حکومتایی که در حقیقت در سطح جهانی از حیثیت بزرگ برخوردارن و در ردیف حکومتای بزرگ قرار میگیرن که هدف ممالک اروپایی بودن، که در اونجا در حقیقت آقای ترامپ این چنین با اونا برخورد کرد و که آلمان میتونیم بگیم از این قضیه به شکل ناخوشایند هم میتونیم تا حدود بگیم عکس العمل های نشان داد. اما در سطح جهانی ما وقتی که به گذشته نزدیک هم که نظر میاندازیم میبینیم که آلمان و امریکا در یک سال قراردادهایی که بین روس و آلمان صورت گرفته، مثلا قرارداد نفتی که هست، اونجا نگرانی امریکا رو به دنبال داره که یک سال شرکت های آلمانی در داخل خود امریکا مورد تحریم های امریکا قرار گرفتن. سپاسگزار است جناب خادم. در بعضی گزارش های هم از بعضی سیاستمداران امریکایی نقل قول شد که امریکا بدون برجام با دو گزینه روبرو میشه، یکی با یک جنگ در خاورمیانه و دوم با یک ایران هسته‌ای. شما فکر میکنید که وضعیت همین گونه پیش میره؟ اگر این دو وضعیت اگر وضعیت همین در این مسیر که پیش بره که افغانستان نه تنها از نظر اقتصادی که بلکه از بسیار جهات صدمه خواهد دید. اول هم عقیده دارم که امریکا به هیچ گونه نمیخواد که طوری که وانمود میشه در مطبوعات که ایران باید یک حکومتی نداشته باشه که متکی بر اسلحه هسته‌ای باشه. من این عقیده ندارم، به خاطر از اینکه در حکومت ریگن هم شما وقتی که در 1965 وقتی که 5 مقامات بلندبی امریکا میخواستن که به ایران اسلحه بفروشه و از طریق اسرائیل باید کارو بکنه و 7 مردمای از امریکایی که باید ناری ها شوه، او قضیه را اگر شما ببینین و فکر میکنم که یک رابطه بسیار خوبی در بین امریکا و در بین ایران وجود داشتن، ولی من فکر میکنم که بعضی تغییرات تکتیکی در بین رابطه ایران و امریکا امروز به وجود آمده. علاوه بر اینه که تاسی وګوري جان کری دا خبر وکړه چې که چیرته تاسی له ایران سره دغه مسله ختموئ نو تاسی دې ته انتظار وباسئ چې ایران به اتمي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. جو بایدن د اوباما د وخت مرستیال ویلي چې که تاسی له ایران سره دغه معامله ختموئ دوه عقوبته تاسی مخامخ کیږي ورسره. یو دا چې په ټول دنیا کې تاسی خپل هغه د رهبری حیثیت له لاسه ورکوئ، او دویم دا ده چې په خپل ذات کې د امریکا دپاره یو داسې تاوان ده چې په لنډ مهال کې د هغې خسارات باید متقبل شي او متحمل شي. حسن روحانی څو شېبې وروسته چې کله ترامپ دا خبره وکړه هغې ویل چې دوه لارې دي د دنیا دپاره او د امریکا دپاره. یو دا ده چې په دغه معامله کې زموږ سره پاتې شي، موږ نه حساب وغواړي که چېرته موږ د معاملې یا د قرارداد مخالفت موږ کړی نو موږ د مجازات شي، که یو که چېرته نم کړی نو تاسې باید انتظار وباسئ چې ایران به په راتلونکي کې اتومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. ځکه و دلته 9000 سنټرفیوجونه دي، په دې کې دغه معاهده کې راغلی دي چې یوازې 15000 باید پاتې شي او 1000 باید د تحقیقاتو لپاره نور باید ختم شي. نو دغه معاهده په خپل ذات کې د ایران دپاره فرصت دی، یعنې که ماتېږي هم د ایران دپاره فرصت دی او که پاتې کېږي هم د ایران دپاره فرصت دی. که اروپا څو شېبې وروسته چې کله ترامپ دا کار کوي، فرانسې، جرمني او انګلستان رسمي اعلامیې خپرې کړې، ورته وویل چې موږ له دې خبرې سره موافق نه یو. نو دلته اصلا دې ته په انګلیسي کې لوز لوز سچویشن وایي. اصلا امریکا په یو تاواني حالت کې ده چې په دواړو حالاتو کې که چېرته ایران تغیاني کېږي، سرکشي کوي او بیا هم د روسیې سره لکه څنګه چې S-300 کم هغه میزایل چې و چې له روسیې واخیستل د 800 ملیون ډالرو په بدل کې، همدارنګه د بوشیر کومه هستوي کمپنۍ چې فابریکه چې هغه جوړه کړې ده روسیې ورته، فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د ایران دپاره د فرار او د تیښتې او د قوت او د
غختلتیا لار ده په داسې حال کې چې کچې د اروپا وکړې شي چې امریکا باندې د خبرو مونږ تاسې له ایران سره یو بل معاهده تورنوزي کچې ته په دې قرارداد کې تغیرات راولي داخه خبره ده خو چې ته قرارداد لمنځوي د خپل ذات کې د یو نوې بحران لپاره لار پرانستل اوس سايون اگر وضعیت این گونه انکشاف بکنه که چابهار نیازمندی های افغانستان نتونه برطرف بسازه و همکنون مناسبات افغانستان پاکستان هم خیلی بسیار سرد است در اواخر، فکر میکنین که یک بار دیگر افغانستان ناگزیر است که به پاکستان تمکین کنه و اگر به او تفاهمی درست نرسند، تصورتان چی است که افغانستان با یک بحران اقتصادی روبرو خواهد شد؟ خب نه خیر، افغانستان با بحران مواجه نمیشه به دلیل از اینکه اقتصاد افغانستان با اقتصاد جهانی خیلی پیوند نداره. یک اقتصاد معیشتی است که متکی بر امدادهای خارجی و کمک‌های بین‌المللی استوار است. این کمک‌ها بالاخره به هر طریقی به افغانستان بالاخره تعهد شده اینا میرسه و تجارت افغانستان هم با کشورهای منطقه یک تجارت متعارفی بالاخره برای تامین معیشت راهی که ما مال تجارت فرستاده میشه، حالا بندر کراچی بود برای و حالا هم چابهار برای او با صراحت برای شما بگم که برای او بحث یک موضوعی که مطرح شد یک بود که بله انمیل از چابهار قرارداد هند مثلا قرارداد خود با چابهار عدم تمایلش نشان داده، چین هم عدم تمایل خود به اصطلاح قرارداد دراز مدت با چابهار بسیار نشان داده، اما یعنی افغانستان که اونا علاقه ندارن علاقه از این طریق واردی علاقه ندارن که زیر ساختای چابهار به اصطلاح بسیار بروز و مدرن بسازن، اما چابهار بالاخره یک بندری هست که فعلا فعالیت های اقتصادی خود برای اقتصاد به اصطلاح از هم گزیخته افغانستان انجام داده میتونه. ما بالاخره واردات و صادرات کالای بسیار زیاد محدود داریم، از طرف دیگه هم افغانستان کدام قرارداد بزرگم با کشورهای دیگه امضا نکرده که جا سنگ مثلا معدنی و اینا رو از حاجیگه ارسال کنه. یک اقتصادی به طور مثال تبادله تجاری دلالی هست که این اقتصاد به از او در گذشته تاریخی هم افغانستان به شکل عنعنوی در سالهای متمادی انجام داده، اما درست است مثلا این تعذیرات از بود دیگه ای که به اصطلاح بگیم که چابهار به عنوان یک بندر مدرن بین‌المللی تبدیل شده یک اشکال وجود داره. بله این بی بندر در استانداردهای جهانی امکان داره با تعذیرات یک مقدار به او به حساب پایه بس یک بندر معیاری نرسه، یعنی اما نمیتونه که جاگزین کراچی بندر نه نه شده. به هیچ وجه کراچی جاگزین یا بهتر مثال ما نمیتونیم که حالی بگیم که مطلقاً مردم افغانستان یا مثلا نهادهای ما از چابهار نمیتونن استفاده کنن. اساسا ببینیم تعذیراتی که در دنیا وضع میشه مواد خوراکی دارویی و بعضی نیازهای اولیه نیستن، افغانستان هم وارد میکنه. افغانستان خیلی کالای به طور مثال تولیدی به طور صنعتی به طور پتروشیمی صنایع به طور مثال مدرنی به طور مثال زیر ساختی ایجاد تقاضا نداره. از این بود بله ما میگیم در دراز مدت این تعذیرات که بالای اقتصاد ایران وارد میشه برای افغانستان مستقیما اثر میگذاره، اثری که مثلا تورم اقتصادی که بالای ایران به وجود میاد 50% درآمدی مثلا کسانی که در ایران کار میکنن اینو پایین میاره، 50% مثلا درآمدی که پایین میاد 50% حوالها کاهش پیدا میکنن، بیکاری در ایران امکان داره اینا رو خارج بکنن به خاطر اینکه خودشان پرابلم دچار میشن. بله این چالش ها از چالش های به طور مثال چابهار کرده در داخل ایران و در مسائل به طور مثال همکاری هایی که دو کشور یا از نظر مثلا تبادله تجارتی بین دارن این شاید آسیب بزنه یا کارگران ما آسیب بزنه. آسیبی اون تحریم ها رو به صورت غیر مستقیم با مستقیما میبینیم، به دلیل اینکه وقتی که نرخ برابری مثلا ریال تومان در برابر اسعار در برابر دلار پایین بیاد مسلما درآمد مردمی که وجود 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون کارگری هستن درآمد رو کاهش بدن، او درآمد معنیش است که کارگری که در ایران که خود مردم اشتغال نداشته باشن افراد دیگر هم خوب خارج میکنن بیکاری را بالاخره تحمل نمیکنن. از این بعد این تعذیرات مستقیم و غیر مستقیم برای منافع افغانستان آسیب میرسانه، اما تجارت افغانستان یک تجارت متعارف معیاری استاندارد است بین المللی است که ما نگران باشیم که ما به طور مثال وسایل بسیار محکم زیر ساخته را وارد بکنیم و اینا مشمول تعذیرات هستند نخیر. افغانستان در این راستا مشمول او رقم تعذیرات و نارسایی هایی که تصور می شود نمیشه، اما درآمد ملی افغانستان درآمدی به طور مثال از طریق ارسال خانوارها بر خانواده های خودشان در داخل از این آسیب میبینه. بله به هر وسیله اثر سو داره. یک وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
به هر حال یک افغانستان با یک حالت ناگوار مقابل است، یعنی وضعیت دارد در منطقه به گونه غیر قابل پیش بینی در حالت تحول است. اتاق های تجارت حالا با دولت در این زمینه مثلا چی دارن، چی برنامه های دارن، یا مثلا در این باره فکرهایی که شما میکنین چیست؟ دقیقاً نگرانی در این قسمت واقعاً وجود داره. ما با فرمایشات جناب استاد بزرگوار تا حد موافق هستم، ولی یک چیز را باید هم در نظر داشته باشیم، چنانچه ما هم نگرانی خود به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی همکار دولت به دولت افغانستان هم در گذشته و هم در حال شریک ساختیم. ببینین افغانستان بیشتر امکانات رشد اقتصادی افغانستان از داخل افغانستان متصور است، چی در بخش معدن، چی در بخش زراعت، در بخش ترانزیت، توریسم، در قسمت آب بیشترین امکانات ما داریم. اگر ما یکی دو عامل رشد اقتصادی را که ما بالای از او اگر ما ترکیز کنیم، به طور مثال ما موضوع معدن افغانستان، استخراج معدن افغانستان یا محصولات زراعتی افغانستان بسیار مهم است برای افغانستان و بندر چابهار هم با وجود از اینکه مسائل دیگه ش استاد بسیار خوب اشاره کردن، ولی امو نقاط پر اهمیتشان ای است که زمانی که شما کمپانی های بزرگ خارجی را مثلا کنسرسیوم شرکت های هندی که قرارداد مثل آهن آجیگا کردن با دولت افغانستان، اونا امیدشان و برنامهشان ای بوده که اگر مواد خام مورد نیاز برای استخراج معدن در داخل افغانستان میارن باید از بندر چابهار بیارن، و همچنان اگر مواد پخته را دوباره از افغانستان میبرن، تارگت از اونا بندر چابهار بود که به می هدف تقریبا سال گذشته حدود $300 میلیون تا 1.5 سال گذشته هندوستان در اونجا به خاطر سرمایه گذاری در اونجا برنامه و در بعضی گزارش آمده که دو شرکت چینایی و یک شرکت هندی گویا کارهای خود متوقف کردن در چابهار، شما اطلاعات دارید؟ من میایم به این موضوع هم، یا مثلا اگر بگویم که موضوع استخراج مثل عینک که بود که کمپانی چینایی بود در اونجا، اونا هم از این طریق تمایل داشتن برای صدور و وارد و ورود مواد خام و پخته خود. و نگرانی هایی که شما که را لطف کردین گفتین، این نگرانی را ما هم اطلاع داریم که او شرکت ها هم فکر میکنن بالای این موضوعات. در کل اگر ببینیم ما همین نگرانی را با دولت شریک ساختیم و این واقعا نگران کننده است، چون افغانستان نظر به هر کشوری با توجه به اون محالاتی که ما در شروع بحث گفتم، متاسفانه افغانستان بیشتر متضرر میشه و زیادتر سایه اینمی اختلافات یا اینمی تشدد یا مثلا بعضی ناگواری هایی که در منطقه بمیان میه، متاسفانه افغانستان بیشتر آیا حالا رابطه اقتصادی ما با پاکستان چگونه است؟ یعنی بندری کراچی همکنون چقدر سهولت ها ایجاد میکنه برای ترانزیت کالا در افغانستان؟ خب در تجارت و در دار ستو چیزایی که مهم است، تجربه میره نشان داده که در اینجا سرعت و قیمت و مسافه راه هست، کیفیت هم، کیفیت کالا هم. در گذشته های انتقادای بود که پاکستان هر بار مشکل سازی میکنه، حالا چی؟ یعنی که افغانستان میخواست که بیشتر به چابهار متکی باشه؟ افغانستان بنابر محدودیت های زیادی را که پاکستان همیشه مزایمت هایی را که ایجاد میکرد، افغانستان روی مجبوریت رفت به طرف چابهار به عنوان یکی از عوامل دیگه. در پلوی ازی که شامل کوریدورای دیگه زیاد شده، افغانستان در اکثر سرحدات افغانستان یا مثلا در کشورهایی که با ما همسایگی داره با اونا ما روابط تجارتی و ترانزیتی احیا کردیم یا ایجاد کردیم جدیدن بعد ازی که پاکستان مزایمت ها را زیاد کرد. ولی در هیچ شک نیست که کراچی برای ما ارزانترین و کوتاترین راه هست، ولی چون در اوج مصارف زیاد بود، محدودیت زیاد بود، با وجود ازی که در اینجا هزینه بیشتر طرف بندر عباس یا مثلا طرف چابهار اموال هزینه بیشتر برمیداره، با توجه از او باز هم به اصطلاح هم واردار بوده بندر عباس و چابهار برای افغانستان، و فعلا هم ما تجارت ما با پاکستان و حدود بیشتر از پاکستان ما با ایران تجارت داریم. تشکر از شما. جناب یوسفی، فکر میکنین که امریکا بدنبال چیست؟ یعنی میخواد که اقتصاد ایران فلج بسازه،
یک بارم ترامپ گفته بود که آینده ایران و مردم ایران تعلق داره. اول پشت سر این جمله ای است که در تلاش فروپاشی نظام ایران است، در تلاش فلج سازی اقتصاد ایران است. بدنبال چی هدف است؟ ببینین وقتی که آقای ترامپ سفر به سعودی انجام میده، در اونجا یک بند از قراردادهای که صورت میگیره قرارداد تسلیحاتی است که حدود بالای 100 میلیارد دلار سلاح، 100 میلیارد دلار سلاح، 110 میلیارد دلار سلاح برای یک مملکت مسلمان دادن به اون مملکتی که یک سلسله مشکلات هم ما در قضایات داریم، برای تسلیم نمودن خود به معنای از این است که ما منطقه را میخواهیم که متشنج باشه، نمیخواهیم منطقه در امن و امان باشه، وگرنه این مقدار سلاح خود تهدید بزرگ است برای اسرائیل و هیچگاه امریکا نمیخواهد کوچکترین گزینه ای که تهدید برای اسرائیل به وجود بیاید در حقیقت او را او بپروراند لااقل از جانب دیگر اگر چنین چیز صورت میگیره در مقابل او قرار بگیره. اینقدر سالار در منطقه فرستادن نمایندگی از جنگ میکنه، یعنی اوضاع را به طرف جنگ سوق دادن است. در این شکل نیست، من پیشترم مطرح کردم که همه قضایا همیشه نمیه باز نمیشن، نمیگن که ما اینا هم تحت نام کمک گفته میشه، اما در حقیقت خود سلاح دشمن انسان است، انسان را از بین میبره. و اینقدر سالار برای سعودی دادن به خاطر چی دادن؟ یک دشمنی که با ایران داره سعودیا، و از طرف هم اگر این سلاح در مقابل دشمنای خود امریکا استفاده نشه، بدانید که پس در مقابل خود امریکا استفاده میشه. باید وضعیت متشنج در منطقه ایجاد شود تا این سلاح به مصرف برسه، تا فابریکاتورهای سلاح در حقیقت سلاحی که تولید کردن او را اگر پس معلوم میشه که امریکایی‌ها در برابر ایران برنامه‌ای بسیار درازمدت در منطقه و در برابر ایران. من فکر میکنم در بس تنها ایران هم در این قضیه نیست، ولی شاید ایران هم یکی از گزینه‌ها باشه. بس متشنج ساختن خود منطقه به معنای تجزیه خود منطقه است که نقشه ای از جانب خود امریکا در حقیقت بار بار طرح شده، حتی به روزنامه‌های خود امریکا هم برآمد. در سال 2016 در 16 می بود در روزنامه نیویورک تایمز فکر کنم اگه اشتباه نگویم، در اونجا رسمی برآمده بود بس تجزیه خود خاورمیانه که این ممالک از این حالت باید بیرون شوند، ممالک خرد و کوچک شوند. و این چی وقت این ممکن است؟ بعض جنگ که امروز در سوریه و در عراق وجود داره، بعض قضیه کردستان به معنای مملکت جدید از کجا جدا میشه؟ از ترکیه و سوریه و عراق و ایران یک مملکت جدید، تا حتی که دامن افغانستان را بس این تجزیه در حقیقت میتونیم بگیم که میگیره که افغانستان هم در او باید تجزیه شود. بس برنامه طویل المدت از بابت قضای ایران شاید سرنخ باشه، اما در اصل خود بس برنامه تجزیه خاور میانه و یا به گفته جناب استاد بس آسیای غربی یا جنوبی. تشکر، سپاسگزارم از شما. جناب انتظار خادم، هنوزم نگرانی های وجود دارد که ممکن ایران از برجام خارج شود و دوباره به غنیسازی یورانیوم آغاز بکنه، و حالا که اتحادیه اروپا یا کشورهایی که در برجام دخیل هستند مخالف سیاست امریکا هستند و روسیه و چین، چی فکر میکنید چقدر ممکن هست که امریکا دوباره به برجام بیایی که اگه اصلاحاتی در قرارداد بیایی این چیزا؟ نه د ایران و د امریکا ترمنز توده جګړه جوړې دی شي، او نه د ایران او د امریکا ترمنز انډیوالي جوړې دی شي. دا دواړه حالات د امریکا په تاوان باندې دي، ځکه په منځني ختیځ کې باید یو مسله وي تر څو د امریکایانو خپل ته ووسي. امریکا او ایران متفاوت سیاسي جوړښتونه دي. د مثال په توګه باندې د امریکا اقتصاد اتش پیت زلی د ایران نه لوړ دی، یا په یعنی معنا باندې یو سل لس چنده نظامی بودیجه امریکا د ایران په پرتله باندې لري. په داسې حال کې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ کامل واټن موجود دی، هم د ستراتیژي په لحاظ باندې او هم د موقعیت په لحاظ باندې. زه باور لرم چې د دوړو هیوادونو ترمنځ بعضې تاریخي مسلې شته دی چې موږ ویلی شو چې انډیوالي ځکه نه جوړېږي چې که تاسې ته پام وي د 1953 کال کې چې کله مصدق کودتای مردودی 28 اگست چې ورته وي ټیپی جاکس او د اپریشن بوت چې د سی آی او د ایم آی سکس تر لخوا طرح شو، بالاخره یې مصدق له منځه. تشکر از شما، یک وقفه داریم دوباره با بینندگان عزیز. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
شما بفرمایین تکمیل کنید سخنان. لغه روستا باز د توتیو یو تیوری یو خبر کومه چې غد ارن روسو په نام باندې یو ډیر مشهور یو سیاستدان په امریکا کې غویل چې د راکفلر د کورنۍ سره انډیوالو مو غوی به وری چې د کامیابی قتیل را جنگ دی نو موږ مجبور یو چې د هوکو جاویز نورس چې وینځویلا ده لغه روستا لاشو عراق ته بلیبیا ته افغانستان ته لغه روستا لاشو ایران ته یعنی معنا دا چې دا د امریکا د بهنه استراتیجی یو برخه خو دا د توتیو تیوری ده او دا دغه څه دي چې نقل قول کوم ډیر اساسي مسله دا ده چې ایران تر اوسه پورې د امریکا سره هغه سیاسي اصطلاح بنیو ډبل گیم یې ورسره کړی دی یا دوروي ورسره کړی ده. مثلا کله چې ملا منصور وژل کیږي دی د ایران نه راته یا وال سټریټ وایي چې د 2012 کال وروسته ایران او طالبانو په افغانستان کې مسلمي مستقیمې اړیکې درلودې یا په زایدان کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ کړو. دا هر هغه څه دي چې د امریکا لپاره قابل قبول نه دي که چې په افغانستان کې جګړه هم شاید نړیوالو ستراتیژي او برخه وي مګر په هغه شان باندې لکه څنګه چې ایران مطرح کوي ځکه ایران په افغانستان کې اوس داسې حالت نه وته چې غواړي چې د امریکان روسیا یا د امریکا په حضور کې د خپل خپې د خپل ذات لپاره ځان 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 پیدا کی. دویمه اساسي مسله غواړم چې لنډ بنوي مغه په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژي او اهدافو مخالفت دی. مثلا بشل اسد د خپل ځای باندې پات شو د ایران مطلق ناکامي ده یا فر مثال د یمن کې د هوتانو طرفداري په خپل ذات کې د امریکا ناکامي ده او تر ټولو غټه مسله دا ده چې په منځني ختیځ کې د ترکی روسي او د ایران ترمنځ یو جوړښت او په افغانستان کې د روسانو چینایانو ایرانانو او پاکستان په ترمنځ یو جوړښت چې د امریکا ګټ مخالفت کوي واقعي کوي دا په خپل ذات کې د امریکا د پر د خطر زنګ ده چې مجبور ده چې ایران تر فشار لاندې راشي. استاد صحیحون فکر میکنین که ایرانی ها خود خواست که از افغانستان زمینی برای انتقام گیری از امریکایی ها بسازند یا تماس هایشان را با طالبان بیشتر بسازند تا بتوانند که در اینجا از امریکایی ها انتقام بگیرند؟ خب مثلا من خب امریکا و ایران بسیار دشمنان استراتژیک هستند. خب در مواقع هم که بالاخره شاید منافعی که ایجاب کرده است اینا مذاکرات پشت پرده هم داشتن اما مذاکرات هم مقطعی اونا دانستن این استراتژیشون نبوده. خب درست است که وقتی که ما مثلا بگیم که افغانستان یک جغرافیایی هست که در این جغرافیا نیروهای هراس افغان بالاخره انواع و اقسام این بسیار گروه ها در اینجا حضور دارن و آمریکا هم بالاخره دشمن استراتژیکی ایران است و پنهان هم نکردن آمریکایی‌ها که البته گروهی که در اطراف ترامپ است از محافظه کارترین افراد هستند از جان بولتون تا رئیس وزیر خارجهش مثلا وزیر دفاع همه اینا افرادی هستند که برای تغییر رژیم ایران هیچگاه نظریات خود پنهان هم نکردن هرچند که رسما قبول نکردن که ما در صدد تغییر رژیم هستیم. وقتی که یک گروهی محافظه کاری نئولیبرال و آرزوش هم بالاخره تغییر نظام اگر شکلی رسمی نباشه در ماهیت امر اینا پنهان نکردن. خب ایران هم اگر هر نقطه و در هر جایی اگه آسیب بفهمه یا بدانه که حداقل آسیب میزنه و شاید حمایه کنه از گروه هایی که بعضی در امریکا هستن. اینجا بحث ما برمیگرده به سیاست افغانستان. بحث ما ایست که ما در اینجا یک دولت رو برستیم یک استراتژی داره سیاست خارجی داره چرا افغانستان کشوری شود که ایران یا کشورهای دیگه یا روسیه یا دیگه بیان با دشمنای مردم افغانستان با نیروی حساب کن مستقیما تماس برقرار کن. این دیگه ضعف دیپلماسی و رابطه سیاست خارجی افغانستان است که وقتی که اینا توانایی برپایی امنیت در داخل کشورشون نداشته باشند اینا نتوانند به مثلا حاکمیت ملی در سراسر کشور خود اعمال کنند کشورهای دیگه هم تشجیع میشن یا توجیه میشه به عملکردشون که به خاطر اینکه حداقل آسیب ها را کمتر بسازن یا لااقل رابطه ایجاد کردن اینا مستقیما مداخله میدن. این برمیگرده با سیاست ها و ناتوانی های دولت افغانستان. سیاست کثیر المحور متأسفانه در سیاست خارجی خود نتونسته داشته باشه که منافع متضاد کشورها را به حقیقت تمثیل بکنه. از یک سو یک وابستگی مفرط به یک نهاد داره یک سیاست داره یک گروه های به مثال حامی خود داره و از طرف دیگه همکاری های منطقه‌ای و استراتژی منطقه‌ای رو متأسفانه اهمال کرده. ما توجیه نمی‌کنیم که کشورهای منطقه روس ایران یا کشورهای دیگه در کشور ما مداخله کنند اما اگر اینا تعامل دولت با دولت فرا گرفته باشن یا داشته باشن می بایست که این سیاست را طوری مهار کنند که جلوی این رقم مداخلات و روابط پشت پرده را با نهادهای هراس افغان بگیرند. تشکر از شما. جناب داوری در این روزها ارزش پول افغانی در برابر دلار
بسیار کاهش یافته. فکر میکنین که با این رویدادهای اخیر این مسئله رابطه داره یا شما فعلا حس میکنین که یک چیز ناگواری در اقتصاد ما در حال تحقق است؟ کاملا. ببینین، من بسیار خلاص میگم، چیزی که واضح هست، ارزش پول افغانی ما در گذشته هم ارزش پول نبوده، یعنی تا حد ما برش یک ارزش کاذب برزو گفته میتونستیم، با توجه به اینکه ما در ایجا از لحاظ زیر ساختار، از لحاظ پشتوانه، از لحاظ ازی که افغانستان یک کشور کلان تولیدی یا صنعتی نیست، با در نظر داشت یک تعداد کشورهای همسایه ما که اگر ارزش پولی از اونا را ما نگاه کنیم، خب عوامل بیشتری بوده دایی 16 17 یا 18 سال گذشته که او را همه مردم میفهمن، ولی به او حدی که افغانی ما ارزش از این نبوده، ما امو ارزش تقریبا چی بگویم، امو کاذب بگویم یا ارزش با اصطلاح چی اصطلاحی را استعمال کنم، خب به هر حال، ولی دقیقا که از اینکه امروز افغانی به این حد ضربه میبینه، ارزش پول افغانی ما در مقابل اسعار به خصوص دلار آمریکایی، خب باز مستقیما بر زندگی مردم، بر زندگی کارمند دولت همه تاثیر خورده باشه، که باز هم میگم که تعاملات، تحولات و حرکاتی که در منطقه صورت میگیره دقیقا و حقیقتا تاثیر داره بالای مسائل اقتصادی در افغانستان، من جمله موضوع ارزش پول و بلند رفتن قیمه مواد مورد ضرورت مردم، به خصوص مواد غذایی و مواد که بد انرژی از او استفاده میشه، ادوی تیبی و سایر موارد، دقیقا که روی خب بسازای فقط میخوام در چند ثانیه برم بگوین که برنامه‌تون چیست؟ یعنی اتاق تجارت آیا کدام برای مقابله با این وضعیت برنامه‌ای دارد؟ خب اتاق تجارت صنایع افغانستان با عنوان همکار دولت در قسمت مشاوره یا مشوره دهی برای بهبود وضعیت اقتصادی در مملکت، به خاطر حمایت از سکتور خصوصی که چه قسم حمایت شود و سکتور خصوصی باعث ایجاد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان شود، یک نهاد اجرایی نیست، مدیریت و اجرا بخش اجرایی زیر دولت به عهده داره که باید خصوصا در همچه موقع از مدیریت بسیار خوبی اگه استفاده کنه. تشکر از شما، سپاس گزارم. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید. شما بر در یک چنین وضعیتی بر دولت چی گفتنی دارین که این بحران پیش روی داریم؟ ابتدا بس ما اگر بتانیم قراردادها و معاهداتی که در بین افغانستان و کشورهای همسایه اگر ما به امضا میرسانیم، اینا را بتانیم افغانی و کلدار، افغانی و تومان، افغانی و کشورهای شمالی ما هر واحد پولی که دارن با پول خود از اون اگر بکنیم، ما میتونیم یک سلسله بحث تورم پولی که امروز در داخل افغانستان وجود داره دم روی از بیرو بگیریم، مانند سایر کشورهایی که امروز در دگه ممالک این کار انجام میدن. یعنی هدف ما در تقابل با دلار نیست، هدف ما در بحث ای اقتصاد خود کشور است، و در قضیه بحث جایگاه سیاسی که امروز از اون منظر ما امکان داره کوتاه چون لحظه‌های آخر آسیب پذیریایی داشته باشیم، سجوی تقویت دهلیزهای اقتصادی تشکر. بیشتر در بین ممالک دیگر باشه. تشکر، سپاسگزارم. جناب خادم، شما چه گفتنی دارین با این وضعیتی که ما پیش روی داریم؟ مسئله ایران و امریکا یک مسئله جداگانه از قضیه افغانستان است، ولی مربوط میشه در به طریقی غیر مستقیم. پس حکومت افغانستان باید راههای بسیار مشخص بر خود ایجاد بکنه و ترسیم بکنه. با ایرانی ها باید گپ زده شود که منافعشان با افغانستان چی هستن، اینا باید در عملیات تخریبانیشان باید دست برداره و طریقی بسیار مثبر باید زیر دست بگیره. هندوستان باید تلقین شوه که در چابهار باید سرمایه گذاری بکنه و این چابهاری که امروز زیر بحث است، این باید تقویه شوه و باید زیر عمل داده شوه. با امریکا باید گپ زده شوه که اونا باید مسئله خود با ایران به افغانستان نبیاره و افغانستان یک مقر جنگ نیابتی باید جور نکنه، و حکومت افغانستان باید یک دیپلماسی بسیار روشن و واضح به ایران ترسیم بکنه که نه ایران حراس داشته باشه و نه هم ایران به شکلی پیش بیاید که منافع ما را زیر سوال بیاره. تشکر از شما. جناب استاد، شما چی سخنانی خودتون رو میگین؟ خب البته دولت افغانستان اساساً باید آسیب شناسی بکنه و آسیب هایی که از نظر اقتصادی
متصور است او را باید نشانی کنه و تدابیر و راهاش هم باید جستجو کنه. راهاش هم تولید کردن اقتصاد، صادرات کردن اقتصاد، اقتصاد بالاخره بنیادها و نهادها را در داخل کشور ایجاد کردن، کمک‌های خارجی و مساعدت‌های بیرونی را هم در جهت سمت ثبات که او هم در خدمت اقتصاد ملی و منافع مردم باشه. و دولت رانتی و دولت وصلا مزدبگیری که بیشتر متکی به امدادها و کمک هاست به یک دولتی که باید متکی بر اخذ مالیه و تامین درآمد از نهادهای داخلی باشه شکل بگیره. دولت‌هایی که از نهادهای ملی مالیات دریافت میکنن اینا پاسخگوتر و دولت‌های با مسئولیت‌تر هستند و با مردم هم بیشتر تمکین میکنن. سال گذشته به این طرف کانال‌های هوایی بگویم یا پل‌های هوایی که ما بین افغانستان اینا ایجاد شد، ما بین هند و اینجا، فکر میکنم که اینا چقدر موثر میتونه باشه اگر توصیه داده شود؟ خب البته اینا در بعضی حالات میتونن موثر باشن، مخصوصا برای محصولاتی که واقعا بسیار زیاد از نظر کتلوی محدود هستن و قیمت بلند دارن، زعفران اینا. اما این که اونا میدونن که اینا سبسایدی میشن و سبسایدی به طور مثال کمک کردن و صادرات از طریق هوا به باری خوب نیست، این منطقی نیست. سپاسگزار هستم از شما جناب داوری. میخوایم آخرین گپای شما رو در زمینه داشته باشیم. تشکر. ببینین ایران به عنوان شریک استراتژیک اقتصادی در افغانستان اگر تلقی بکنیم و امریکا را شریک استراتژیک نظامی و سیاسی افغانستان و مشکلات اینا که در بین خود دارند یک موضوع است که مسئولیت دولت افغانستان است که کدام رول باید بازی بکنه، ولی توقع هم از دولت افغانستان هم ای است در مجموع که افغانستان با در نظر داشت همو کنونسیون های بین المللی، با در نظر داشت همو معاهدات بین المللی، از حقوق مردم افغانستان، از حقوق خود افغانستان، هم در بخش اقتصاد، هم در بخش ترانزیت، هم در بخش سیاست و هم در بخش فرهنگ از این استفاده بکنه و حق مردم افغانستان به حساب حصول و به مو ارمانایی که مردم افغانستان داره به او برسه. تشکر از شما. بینندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی و هفته بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب و روزتان خوش باد.